جایی که خشای میچرک بگیره الان من میگم کجا هست که ازشون بسم الله الرحمن الرحیم. ایشون مشتاق هستن و داستان مشتاق بر این هسته میگن که ایشون واقعا یک درویش بسیار برحقی بودن و هم یک عارف بسیار بالایی بودن که ایشون در سن 19 سالگی به عارفی کامل رسیدن و در زمان مشتاق اوایل حکومت آقا محمد خان قاجار بود که در اون زمان فردی به نام شیخ مولا عبدالله نام داشت که ایشون امام جماعت مسجد جامع کرمان بود که آمد با فتوای خودش و نادونگری خودشون مشتاق و سنگسار کرد و همه جا نیز اعلام کرد که مشتاق کافر شده، چون اینکه اشعار امام علی رو و همچنین قرآن رو سوره بخره و یاسین رو با ستار بزنن و ایشون مشتاق در اون مهارتی که در ستار داشت یه سیمی رو به ستار اضافه میکنه و سیم چهارم ستار به نام مشتاق معروف میشه. از زمانی که مشتاق رو سنگسار میکنن، مشتاق از قبلش پیشبینی کرده بود یه جمله رو، اومد بین مردم بازگو کرد و به شهادت رسید. گفت آی مردم، من از چشمای شما مردم میترسم و نگران چشمای شما مردم هستم که دارید مرگ من رو نگاه میکنید، دزد میکنید و هیچ اقدامی هم نمیکنید. و هشت ماه بعد از شهادت مشتاق آقا محمد خان قاجار آمدن به کرمان در اون زمان و با مردم کرمان درگیر شد و نزدیک به 20,000 جفت چشم به روایتی 7.5 چشم آقا محمد خان قاجار بیرون بود، دقیقا از همون چشمایی که مشتاق اعلام کرد. و اینجا یکی در اون زمان میگن یکی از شاگردان مولا عبدالله بود که گفت که من به مشتاق طعنه زد، گفت من اگر یه چشم دارم بازم یه چشمی دارم مرگ شما رو نگاه میکنم و دستور دادن که او یه دونه چشمش هم بیرون بیانید. وقتی که چشما رو باز کردن تا هفتمی من یه دونه چشم کم بود، گفتم بدم او یه دونه چشم هم بیرون بیانید که هفتمی من چشم باید کامل بشه. آقا محمد خان هفتمی من چشم بیرون بود، دقیقا از چشمایی که مشتاق اعلام کرد. و ایشون هم درویش جعفر است. اوائل میگن با مشتاق مخالفت داشتن و ایشون قریب 11 سال بیمار بودن و زمانی که مشتاق قرآن رو با ستار میزدن درویش جعفر شفا پیدا میکنه و از اون پس میشه مرید مشتاق و خودش رو مشتاق میندازه، سپر مشتاق میکنه خودش رو که سنگ و مشتاق نخوره و میگه ای مردم بیایید جای مشتاق منو سنگسار کنید. و اون زمان چه جمعیت خیلی زیاد بود، مردم سنگ میزنن و هر دوتاشون همزمان با هم در 27 ماه مبارک رمضان 1206 هجری قمری به شهادت میرسن با جمعی از نمازگزاران مسجد جامع کرمان. و مشتاق میگن اهل اصفهان بود، از اصفهان اومد به زیارت علی ابن مسرزا علیه السلام
بعد رفتن به استقبال مریدشون شانم کلای ولی و بعد از اونجا عازم سفر کربلای محلا شدن و برگشتن از اونجا یه حوزه کوچیکی را داشتن که معمولا مشتاق اونجا میچستن قرآن رو با ستار میزدن و اونجا شیخ مولا عبدالله نسبت به مشتاق حسادت ورزید چون مشتاق طرفدارای خیلی زیادی داشت و از همون کودکی که مشتاق در نواختن ساز ستار استاد شد و آقا محمد خان قاجار بعد از اینکه چشما رو بیرون آورد اومد طرفدار مشتاق شد او سمت چپ که دوتا از مریدان مشتاق هستن یه سقف تاریخی رو بنا کرد چه این سقف میگن خیلی آستان تاریخی هست و 200 سال خدمت داره و آقا محمد خان بعد از اینکه چشما رو بیرون آورد طرفدار مشتاق شد و از ویژگی‌های قابل قبول معماری هست آمده سرعتنار مشتاق شد آقا محمد خان اومد این سقف رو بنا کرد 200 سال خدمت دارد این گنبد میگن در دو حالت هستن این که چرا این گنبد کاشی نداره یا این که چرا این گنبد کاشی به خودش قبول نمی کنه و داستانش در دو هست یه عده میان میگن ایشون حرات افغانستان بوده و یه عده دیگه میان میگن ایشون حرات یزد بوده و گزینه دوش درست صحیح هستی که میگن حرات یزد بوده و شیخ اسماعیل میگن در اون زمان به عبادت خیلی زیاد معروف شد و چون به عبادت زیادی معروف شدن با حالات معنوی خودش که من تجملات و تشریفات رو دوست ندارم ساده زیستی رو خیلی بهتر از هر چیزی میدونم و از همه مهمتر اون زمان که اومدن گنبدش رو 4 دفعه کاشی کنن گنبد کاشی به خود قبول نمی کنه و کاشی خود به خود میریزه علتش این هسته میگن که چون شیخ اسماعیل به ظاهرشون آراسته نبودن به موقعیه کاراش هم اهمیت خاصی نمیداد و با همون حالات معنوی خاص خودش گو من میخوام کمتر از مشتاق باشم این خیلی مهمه که گو من میخوام کمتر از مشتاق باشم و ایشون یه دوستی رو داشتن یه جوی دستگل عجیبی که از کلامات خود شیخ اسماعیل بود تقدیم دوستش میکنه این دستگل خیلی کمیاب بود نه تو فصل زمستون وجود داشت نه تو فصل بهار و تابستون تقدیم دوستش کرد گفت اینو از جانب من به نزد وکیل الملک حاکم شهر کرمان برو و از او تشکر کن بگو شیخ اسماعیل گفته من نیازی به کمک کسی ندارم اگر میشه به فکر 4 فقیر فخرا که باشید خیلی بهتر از منه و وکیل الملک به خاطر این دستگل اومد تشکر کنه دید که همینجا کلا از دنیا رفته